در نخستین ویدیوهای ظاهراً ابلاغ در جریان مفسیم بهوری دعوت به صف قواهای مسلح تاجیکستان که روز 11 اپریل سال 2023 به دست اداره پایگاه خبری بامداد نیز رسید، لحظه های مجبوری دستگیر کردن و بردن دو جوان ثبت شده است. در یک نوار دیده می شود که چند نفر لباس ملکی در تن یک جوانی را که ریش کوتاه دارد از درآمدگاه یک بنای استقامتی بیش رقبته از دستانش داشته مجبورن کشیده برآورده ایستادند. جوان کوشش میکند که مقاومت نشان دهد، ولی دستگیر کنندگانش که بسیاری بودند او را کشاله کنان با خود میبرند و به ماشین بار میکنند. این لحظه ها را زنان و کودکان زیاد تماشا میکنند، ولی کسی دخالت نمیکند. در ویدیوی دوم راننده یک ماشین رهگذر از داخل ماشینش ثبت کرده است. دیده می شود که چند نفر لباس ملکی در تن یک جوان سن و سال دعوتی را در یک کوچه شهر دستگیر کردند و می خواهند با خود ببرند. جوان مقاومت نشان می دهد و به او حتی میسر می شود که از دست بازداشت شدگان فرار کند، ولی آنها جوان را دنبالگیری کرده از نو دستگیر می کنند و این بار تو پیش ماشینشان آورده مجبورند به ماشین بارش میکنند. معلوم نیست که این دو حادثه مشخصا کی و در کجا صورت گرفته است. اداره پایگاه خبری بامداد نیز هنوز مکان و زمان این دو حادثه و از جانب کدام مقامات صورت گرفتن بازداشت ها را مشخص کردن نتوانسته است. در این شب و روز مفسیم بهوری دعوت به صف ارتش تاجیکستان ادامه دارد. این معرکه 1 اپریل آغاز یافته تا 31 می دوام میکند. امسال شهروندان سالهای تولدشان 1996 2005 به خدمت حربی جلب کرده می شوند. قبل از آغاز مفسیم بهوری وزیر مدافع تاجیکستان جنرال پلکونیک شیرعلی میرزا در یک جلسه از مسئولان کمیسیه های دعوت به خصوص از کارمندان کمیسرات های حربی خواستار پیشگیری از راه های غیر قانونی دعوت شده بود. این راه های غیر قانونی در تاجیکستان به نام ابلاغ معروفند. دعوت به صف قواهای مسلح تاجیکستان در سال دو مرتبه بهار در ماه اپریل و می و تیرما در ماه های اکتبر و نویبر صورت می گیرد. هر سال قوه های مسلح تاجیکستان تقریبا به 16,000 نفسرباز احتیاج دارند، اما با اون که در تاجیکستان تقریبا 700,000 جوانان سن و سال دعوتی به سر می برند، کمیسرات های حربی در هر مفسیم در اجرای نقشه دعوت مشکل می کشند. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسرات های حربی و مقامات مالی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارو دستگیر کرده به خدمت می فرستند. در بسیار موارد خیش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می یابند که نزدیکان گم شده شون را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندی بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که ابروی دولت را می ریزوند نقطه گذارند.